سال قبل یعنی سال 2023 سال تغییرات اساسی و مهم حوزه تک بودن. به شما بچه‌ها تبریک میگم که یک سال دیگه هم تونستین تو این حوزه شغلی پرفراز و نشیب دووم بیارین و بقا داشته باشین. اگر شما امروز هم تو حوزه تک صاحب شغلی هستین، این یعنی که شما تونستین از لیاف گسترده سال 2023 جون سالم در ببرین و علاوه بر اون تونستین بر اون هوش مصنوعی که قرار بود رئیستون اونو با شما جایگزین بکنم غلبه بکنین، که اتفاق بسیار بزرگی با توجه به این تغییرات بزرگی که ما تو حوزه تک دیدیم تو سال 2023. سال 2023 یکی از دیوانوارترین سالهای حوزه تک بود، در این حد که ما هر ماه سولاخ شده بودیم با این اخباری که از حوزه تک می اومد. هر ماه چی میدونم یه هوش مصنوعی جدید معرفی میشد، هر ماه یه زبان برنامه‌نویسی لو لول یا چی میدونم زبان برنامه‌نویسی جدید از تو معرفی میشد، هر ماه ما داشتیم تغییرات مهمی رو میدیدیم که میتونست یک انقلابی تو حوزه تک به وجود بیاره. و این حجم از خبر دیگه ذهن ما رو هم خسته کرده بود که بابا چه خبر، این همه تغییر و اصلا دریان چیه، چرا این همه داره خبر میاد از حوزه تک. من دیگه واقعا بچه های حوزه تک اصلا همین ایران خسته شده بودن، اینقدر که داخل توییتر صحبت بود از هوش مصنوعی جدید، از زبان جدید، دیگه مغز گوزیده بوده عبارتی. اما این همه تغییری که ما تو سال 2023 دیدیم با اون حجم از تغییری که قراره ما تو سال 2024 ببینیم خیلی فرق میکنه و قراره تو سال 2024 تغییرات اساسی تر و مهمتری رو تو حوزه تک ببینیم قطعا. اما امروز تو این ویدیو میخوام براتون از 8 تا از تکنولوژی های مهمی که تو سال 2024 شما دوستان تکنولوژی قراره باشون کار بکنید بگم و بگم که این تکنولوژی ها تغییرات مهمی رو میتونن تو زندگی ما به وجود بیارن. باشا بریم سراغ اولین مورد، بازار کار حوزه تک. تو اوایل سال 2023 ما با لی‌آف یا همون اخراج گسترده نیروی کار از شرکت‌های بزرگ تک مواجه شدیم، مثل آمازون و گوگل و مایکروسافت، و همین قضیه باعث این شد که استعدادهای خیلی خوبی سرازیر بشن به بازار کار. و همزمان با همین اتفاق بر اساس داده‌های وبسایت تورآپ موقعیت‌های شغلی 60% کاهش پیدا کردن. این قضیه باعث دو تا اتفاق خیلی مهم شد. اول اینکه حتی اگر موقعیت شغلی هم توی اون بحران و رکود باز می‌شد، انقدر نیروی کار ماهر و خوب تو بازار کار وجود داشت که احتمال اینکه جونیور دیولپرها بتونن اون موقعیت شغلی رو بگیرن خیلی کم میشد، به خاطر اینکه خب کلی گزینه بهتر برای شرکت ها وجود داشت نسبت به جونیور دیولپرها و خب موقعیت شغلی برای جونیور دیولپرها خیلی کم میشد. و این قضیه باعث شد که جونیور دیولپرها یا دیولپرهای کم تجربه به شدت با مشکل مواجه بشن، در این حد که اصلا من دوستای خودم داخل توییتر داشتم میدیدم اینا اصلا مدت ها بود که دنبال شغل میگشتن و هیچ شغلی پیدا نمیکردن، هی اصلا اپلای میکردن یه رد میشدن و کلا اینجور داستان ها خیلی تو دنیای تک تو سال 2023 بود و یک ضربه اساسی به بازار کار حوزه تک بود واقعا. اما تو سال 2024 قضیه مقدار فرق کرده، شرکت ها پوزیشن های فریز شده شون رو باز کردن و دارن کارمنداشون رو استخدام میکنن باز. اگر به روند چارت دقت بکنید میبینید که 13.8 درصد تعداد پوزیشن های شغلی بیشتر شده و شرکت های بزرگ تک هم پوزیشن های فریز شده شون رو باز کردن و دارن شروع میکنن به استخدام نیروی کاری جدید. اما با توجه به تمام این تغییراتی که داره تو سال 2024 توی بازار کار حوزه تک میفته، بازم نمیشه خوشبینانه در رابطه با بازار کار حوزه تک تو سال 2024 صحبت کرد. یکی از اصلی‌ترین علتهایی که دارم این حرفو میزنم اینه که آمریکا نرخ بهره وامهاشو برده بالاتر و همین قضیه باعث این میشه که استارتاپ های نوپا که نقش بسیار مهمی علی خصوص توی استخدام جونیور دیولپرها داشتن با مشکل مواجه بشن، به خاطر اینکه خب نمیتونن وام بگیرن، تو روند وام گرفتنشون و جذب سرمایهشون با مشکل مواجه میشن و همین قضیه باعث میشه که اون استارتاپ ها نتونن رشد بکنن و نیروی کار استخدام بکنن. تا داریم راجع به پول و اقتصاد اینجور داستان رو صحبت میکنیم، بریم سراغ یه موضوع بسیار مهم، بسیار جذاب، بسیار خفن برای بچهای حوزه تک، و اونم اینه که کریپتوکارنسی داره رشد پیدا میکنه و داره سود خیلی خوبی رو میده، در این حد که بیت کوین از 20000 دلار رسیده به 60000 دلار و همین قضیه باز داره یه تغییر مهمی رو تو حوزه تک به وجود میاره و اونم حس فومو است. حالا این فومو یعنی چی؟ اصلا نمیدونم تلفظش هم دارم درست میگم یا نه، ولی معنیش رو میدونم که دارم درست میگم. این حس اینطوریه که وقتی تو این حس رو دریافت میکنی به این صورتی که تو حس میکنی که داری عقب میافتی از
مثلا کسایی که تونستن از این حوزه مثلا سود خوب به دست بیارن، یا مثلا از هر چیزی، این حس عقب موندگی بهش میگن. تو حس میکنی که از بقیه خیلی عقبی، ولی تلاش میکنی که یه زوری بزنی، یه حرکتی بزنی، خودتو برسونی بهش. این جامپی که بیت کوین زده و الان این سودی که داره میده دقیقاً باعث حس فومو میشه. اگه یادتون باشه روز اولی که بیت کوین هم کشید بالا، یه سری اخباری پخش میشد که فلانی تو فلان سال اومده 10 تا پیتزا رو مثلا با یه بیت کوین خریده، اینا داستانو پخش میشد که باعث حس فومو میشه. این حس فومو اصلا اهمیت داشت چی؟ حالا به چپم که حس فومو داره پخش میشه، اهمیتش چی تو حوزه تک؟ ببین دور سرت گردم، اهمیتش از اونجایی که شما میبینی که طرحهای پانزی بسیار زیادی تو حوزه کریپتوکارنسی که همین اخیرا هم خیلی خبراش بودا، یعنی مثلا تو همین شهر کوچیک ما چندی میلیارد پول از همین پروژه طرح پانزی به وجود اومد. حالا طرح پانزی دیگه خودتون میدونید چطوریه دیگه، از حس عقب موندگی، مثل کوروش کمپانی دیگه. جان میگفت آقا تو بیا با 20 تومن این آیفون 13 رو مثلا بگیر که با بقیه مثلا حس چیز نکنی، حس نکنی از بقیه خیلی عقبی. فوم هم دقیقاً همینه، دقیقاً همین حس رو بهت میده و از همین حس سوء استفاده میکنه و باعث میشه که تو پولتو بیاری تو این کریپتوکارنسی، ثبت نام بکنی، چی ثبت سرمایه گذاری بکنی و ببینی که این کریپتوکارنسی اصلا تر پانزیه. این قضیه هم تو سال 2024 پیش بینی شده که به احتمال خیلی زیاد ما اینو خواهیم دید. مورد بعدی که تو سال 2024 قرار ببینیم هم یه تکنولوژی جدیده، هم این که رو بازار کار حوزه تک میتونه تاثیر مثبتی بذاره و اونم عینک واقعیت مجازی افزوده بود. کدوم بود؟ اپل ویژن پرو. به لطف اپل ویژن پرو که اپل ویژن پرو اومد این عینک رو داد، یا فیسبوک کردش اومد که یه زمانی یه عینکی هم داشته و یه استفاده از این عینک می‌کردن کاربرا اینا. خلاصه به اتفاق این قضیه باعث میشه که در مرحله اول ما یه تکنولوژی جدید داشته باشیم که توی اول مسیرشه و خب طبیعتاً شرکت‌های دیگه میتونن بیان مثلا این تکنولوژی رو نواقصش رو برطرف بکنن، چون اپل ویژن پرو این نواقصی داشت. اینطور هم نیست که حالا که اپل این محصول رو زده محصول کلاً بی‌نقصه، نه، این محصول سری مشکلات داشت قطعاً که خب یکی از مواردی که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که این تکنولوژی تو سال‌های آینده بهتر میشه. مورد دومش پوزیشن‌های شغلی بیشتری برای اپل ویژن پرو و عینکای واقعیت افزوده باز میشه و شرکت‌ها یه بخش جدید رو مجبور میشن باز بکنن برای اینکه بتونن اپی که دارن توسعه میدن رو برای عینکای واقعیت افزوده یا مجازی اپل ویژن پرو یا هر چیزی که اسمش هست، من نمیدونم واقعا اسمش چیه، بچه میدونم دارم سوتی میدم ولی نمیفهم اسمش، فقط افزودهش یا مجازی. پوزیشن شغلی جدیدم برای این قضیه باز میشه. اتفاق بزرگ بعدی که داره تو حوزه تک میفته اوورده شدن پردازنده های آرم به کامپیوترهای شخصیه. حتی شرکت اینتل هم شروع کرده به توسعه پردازنده آرم، خیلی از شرکت های دیگه هم باز شروع کردن و این یعنی این که پردازنده های آرم کم کم قرار روی پی سی های شخصی هم در دسترس قرار بگیرن که کاربرا بتونن از این پردازنده استفاده بکنن. حالا اتفاقی که تو حوزه تک به وجود میاره چی؟ اصلا ربطش به حوزه تک چیه؟ ببین بچه ها، شما ها وقتی که داریم یه برنامه می‌نویسیم با یه زبان برنامه نویسی، کامپایلر اون زبان کاری که میکنه اینه که میاد زبان شما رو تبدیل میکنه به زبان اون ماشین که پردازنده بتونه این دستوراتی که تو دادی بهش رو پردازش بکنه دیگه. اینو دیگه هر کسی که رفته باشه نرم افزار خونده باشه، یه خورده تو حوزه نرم افزار فعال باشه، قطعاً بهش پی برده. حالا وقتی پردازنده آرم میاد وسط، این وسط تو حوزه تک اتفاقات جالبتری به وجود میاد. این یعنی اینکه ما میتونیم برنامه‌های مختلف‌تر، دستورالعمل‌های پیچیده‌تر رو بدیم به کامپیوتر که پردازش بکنه و برنامه‌های پیچیده‌تری رو بنویسیم. اتفاق بعدی که تو سال 2024 قطعاً میفته، یا اگرم نیفته استارتش میخوره، اگر استارتش هم نخوره حسش، حس نیازش تو حوزه وب که حوزه تخصصی خودمه قطعاً حس میشه، اینه که دیگه این روند تکراری اومدن فریمورک جدید برای زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت متوقف میشه. ببین بچه ها، من دیولپر که دارم توی این حوزه فعالیت میکنم سوراخ شدم، انقدر که هر ماه و هر هفته داره یه چیزی با زبان جاوا اسکریپت میاد تو بازار کار که نمیدونم چی بگم واقعا، ولی مثلا تغییراتشون مثلا در این حده که مثلا ویو و ریاکت رو مثال میزنم، ویو مثلا ساده تر از ریاکته، خب حالا تغییرات خوبی هم هستن و اصولا مثلا تغییرات باحالی هم داره جاوا اسکریپت تو فریم ورک های مختلفی که ازش میاد بیرون میده، اما همه اینا باز سرعتی که باید به روند توسعه پروژه بدن رو نمیدن. اما احتمال این که تکنولوژی مثل وب فلو داشته باشیم، یعنی این که بتونیم آبجکت ها رو درگ اند دراپ کنیم و ازشون خروجی کد بگیریم، تو سال 2024 قطعا این قضیه اتفاق میفته و قطعا به نظر من این رونده از یک جای متوقف میشه که ما بخوایم هی کد بزنیم برای اینکه بتونیم یه فرانت وبسایت رو بیاریم بالا. چه کاری دیگه درگ اند دراپ میکنی یا
مثلا توی فیگما طراحیشو میزنی و این طراحی تبدیل به کد میشه. هر چند که الان هم همچین تکنولوژی هست، ولی من منظورم اینه که تو سال 2024 استیبل تر، پیشرفته تر، دقیق‌تر، درست‌تر میشن این تکنولوژی که ما بتونیم ازش بهتر استفاده بکنیم. اینکه یه تکنولوژی بیاد و اون تکنولوژی کارایی نداشته باشه زیاد، الان ما زیاد همچین تکنولوژی داریم که اومدن ولی کارایی به خصوص و زیادی ندارن. این بعد رو کاراییشون کار بشه که هی مثلا تکنولوژی تبدیل به یه چیز استیبل تری بشه که عموم بتونه ازش استفاده بکنه. زبان‌های برنامه‌نویسی لو لول. حالا این لو لول بودن زبان‌های برنامه‌نویسی یعنی که آقا تو سطح پایین‌تری توی کامپیوتر بتونی برنامه‌نویسی بکنیم. مثالش رو براتون می‌ذارم، تخصصی دیگه. یعنی اینکه شما بتونی مثلا آدرس اون مثلا یک وریبل رو توی یک آدرس به خصوصی از رم مثلا ذخیره بکنی. این بهش میگن زبان‌های لو لول، مثل سی پلاس پلاس و دیگه مثلا گو. گو فکرام لو لول، فکرام لو لول دیگه، چون میشه آدرس داد به گو. و خلاصه این زبان‌ها دارن تو سال 2024 هی دارن ظهور می‌کنن، هی دارن تغییرات جالبی رو میدن. مثلا زبان زیک ازش استفاده شده برای ران تایم بان که برای جاوا اسکریپت و تغییرات انقلابی رم داده. واقعا هم سرعت برده بالاتر، هم سرعت کامپایل و اینجور داستانا برده بالاتر و روند توسعه رو واقعا بهبود بخش این زبان برنامه‌نویسی زیک. دو از اون مدام زبان راست رو میبینیم که به گفته کاربرای حوزه تک هم از زبان گو بهتر بوده عملکردش و سینتکس و خلاص اینجور داستاناش. همین که ما داریم زبان راست رو توی کرنل لینوکس میبینیم که این خب اتفاق خیلی خوبیه و میتونه کلی تو توسعه و تغییرات اساسی و جالبی که داره توسعه تک میفته کمک بکنه این قضايا و تغییرات مهمی رو رقم بزنه. جدا از اون برای پایتون هم یک تکنولوژی اومده به اسم موجو، اگر اشتباه نکنم، حالا اگر دارم اشتباه میکنم تصحیح میکنم. این اولین ویدیو تخصصی منه بچه‌ها، لطفاً تو ذوقم نزنید، تو رو به اول فاز من بلد نیستم بابا. من اولین بارم نشستم جلو دوربین دارم تخصصی حرف میزنم، دارم یه سوتیایی بدم. حالا سعی میکنم تا حد امکان سوتیام برطرف کنم. خلاص، حالا موجو کارش چیه؟ میاد به پایتون قابلیت مموری منیجمنت میده، همون برنامه‌نویسی لو لول. و این اتفاق میتونه یک انقلاب جدیدی تو حوزه پایتون باشه، به خاطر اینکه خب ما تا همین الانش داریم میبینیم که پایتون این همه انقلاب به پا کرده، این همه هوش مصنوعی با پایتون نوشته شده. حالا تو فکرش بکن که بتونی با پایتون برنامه‌های لو لول بنویسی. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا تو از الان به بعد میتونی با پایتون برنامه‌ها و دستورالعمل‌های پیچیده‌تری رو بفرستی سمت سی پی یو برای پردازش. یا یعنی همین قضیه، یعنی اینکه تو میتونی برنامه‌های پیچیده‌تری رو با استفاده از پایتون بنویسی. همه اینا میتونه یه انقلاب بزرگ باشه تو حوزه تک. مورد بعدی هوش مصنوعی. یه هوش مصنوعی جدید معرفی شد که فکر کنم دیدین همه دیگه، متن می‌نوشتی براش تبدیل به ویدیوش می‌کرد. و همین قضیه میتونه استارت این باشه که ما تا پایان سال 2024 بتونیم هوش مصنوعی رو داشته باشین که بر اساس اون بتونین یه فیلم کوتاه مثلا هندی از این دراماتورا مثلا بسازیم و بدیم بیرون. این قضیه میگن تو سال 2024 احتمال خیلی زیاد اتفاق میفته و تا پایان 2024 قطعاً اتفاقات بسیار عجیب غریبی تو حوزه تک خواهیم دید، حتی از چیزی که الان دیدیم هم عمیق‌تر و بهتر. مثالش هم میخوام براتون بزنم، دالی سال 2023 2021 هوش مصنوعی داد بیرون که متن رو تبدیل به عکس میکرد. یه هوش مصنوعی دیگه هم اومد همین اخیراً که اون عکس بود که در تا دالی بود، اونو مثلا خیلی شفافتر، خیلی بهتر میکرد. دالی خیلی ریده بود خودش تو سال 2021 تبدیل متن به عکس شد. خب این 2024 در این حد خفنه که میشه ازش تو سال 2024 توی اصلا اونلی فنز استفاده کرد. در این حد اصلا تکنولوژی خفنی. مردم انقدر فک زدم کی تموم میشه این ویدیو، تموم شد دیگه، همین چی گفتم. و تخمین زده میشه که ما تو سال 2024 احتمالاً هوش مصنوعی داشته باشیم که خودش بتونه فکر بکنه. و وقتی که ما بتونیم به همچین هوش مصنوعی دست پیدا بکنیم، البته اینم اضافه بکنم که خیلی هم معتقدن که یه همچین روزی نمیاد که ما همچین هوش مصنوعی داشته باشیم که خودش بتونه فکر بکنه. اما اگر که ما بتونیم همچین هوش مصنوعی دست پیدا بکنیم، عملاً کلی زحمات ما انسان ها کم میشه. ما فقط یه گوشه میشینیم واسه خودمون استراحتمون رو میکنیم، هوش مصنوعی میاد واسه ما کار میکنه، پردازشامونو انجام میده، کلا یه خودمختار دیگه هر کاری میتونه انجام بده. اوپن ای آی هم میگن که احتمالاً مولد این هوش مصنوعی باشه. کلا سال 2024 قراره که هوش مصنوعی های عجیب غریبی رو ببینیم. خب بچهای گل توی خونه، این بود از ویدیوی امروزمون و اولین ویدیوی تخصصی چنل به زبان عمومی که یعنی همه بتونن مثلا درکش بکنن، بفهمن چه خبر تو حوزه تک و اینجور داستانا. نظرتون رو برام کامنت بکنید، اینم مثلا خوب بوده یا نه، من هنوز نمیفهمم تو چنل چی تولید بکنم. نظرتون رو برام کامنت بکنید. دمتون گرم که تا آخرین ویدیو با هم رو بودیم. کلای تک تکتون که همیشه حامی من بودین. دمتون گرم. مرسی ازتون. تا ویدیو بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.